اما درباره بازگشت تمامی تحریم های تعلیق شده علیه ایران و گفتگو درباره جزئیات بیشتر همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، در کنفرانس مطبوعاتی وزیر خزانه داری و وزیر خارجه آمریکا به مواردی از دور دوم تحریم ها که از روز دوشنبه اجرایی میشن اشاره شده. یکی از این موارد مورد بحث معافیت برخی کشورها از تحریم نفتی ایرانه. پیشتر اعلام شده بود که قرار واردات نفت از ایران به صفر برسه. چطور شده که الان این معافیت در نظر گرفته شده برای برخی کشورها؟ در واقع این معافیت ها استثناءاتی هستش که در دوره تحریم قبلی هم در مورد بعضی از کشورها اعمال می شده و این حاصل چانه‌زنی و مذاکراتی است که کشورهای مثل کره جنوبی یا ژاپن با آمریکا داشتن. در حال حاضر اونطوری که وزارت خارجه و وزارت خزانه داری اعلام کرده، بعضی از این کشورها وعده دادن که در فاصله کوتاه چند ماهه وارداتشون رو به صفر برسونن و بقیه هم بعد به اصطلاح قول دادن که به حداقل برسونن. بنابراین یک به نوعی مشروط هست ولی بی سابقه نیستش. تا این لحظه از ایتالیا، هندوستان، ژاپن و کره شمالی نام برده شده و مقامات ترکیه خودشون اعلام کردن که اونها هم مشمول این به اصطلاح معافیت شدن، اما لیست رسمی هنوز از طرف دولت آمریکا اعلام نشده. یکی دیگه از موارد مورد بحث در مورد سوئیس و مبادلات بانکی هست. یک استثناءاتی قائل شدن در این مورد. در این رابطه چه نظری دارید؟ پیشتر هم آیا وجود داشتن این نوع استثناءات؟ در مورد سوئیفت قبلا چنین استثناءاتی وجود نداشت و اون چه هم در حال حاضر گفته شده، زبانی که به کار بردن تا حدی قابل تعبیر و تفسیر است. وزیر خزانه داری گفته اگر سوئیفت اجازه بده ایران از امکاناتش برای منظورهایی که به مسائل بشر دوستانه مرتبط نیست استفاده بکنه، در اون صورت خود سوئیفت رو هم مورد تحریم قرار میدن. در واقع با توجه به اینکه تحت شرایط فعلی ایران اجازه داره به دلایل بشر دوستانه مواد غذایی، کشاورزی و دارویی رو حتی از آمریکا وارد بکنه و از اونجا که اصل معاملات به دلار هست و به همین دلیل است که تحریم موثره، آمریکا اجازه میده که این بخش از معاملات از طریق سوئیفت انجام بشه و پول منتقل بشه، اما اعلام کرده اگر که سوئیفت به کمپانیایی که تحت تحریم هستن از جانب ایران معامله ای انجام بده و پرداخت بکنه، اون وقت خود سوئیفت رو تحریم خواهند کرد. به تحریم افراد حقیقی و حقوقی هم اشاره شده در کنفرانس مطبوعاتی برگزار شده. آیا این افراد و شرکت ها جدید هستند یا پیشتر هم شامل تحریم ها بودند؟ دو تا تعبیر در این مورد وجود داره. یکی این که کلیه شرکت ها و افرادی که در دوران پرزیدنت اوباما تحت تحریم بودن حالا اتوماتیک در داخل این لیست قرار میگیرن. از زمانی که پرزیدنت ترامپ شروع کرد به اعمال تحریم تا به حال حدود 168 ایرانی، چه فرد و چه مؤسسه و کمپانی، هر کدوم به دفعات مورد تحریم قرار گرفتن. در روز دوشنبه وقتی که این لیست کامل بشه گفته میشه که یک لیست 700 موردی خواهد بود که از این 700 مورد در حال حاضر 300 مورد گفته میشه که جدید هستن و 400 مورد کمپانیا و اشخاصی هستن که قبلا هم وجود دارن. و این را هم باید بدونیم که بخش عمده از کشورهای چند ملیتی در حال حاضر از ایران در واقع خارج شدن و به هیچ وجه معاملاتشون رو با ایران ادامه نمیدن. تنها بخش نامشخص اون راه حلی است که اروپایی‌ها در پیش گرفتن و در اون مورد هم وزیر خارجه و هم وزیر به اصطلاح خزانه داری ابراز امیدواری کردن که اون طرح آلترناتیو به زودی از کار خواهد افتاد و موفق نخواهد شد. اگر دور دوم تحریم ها شروع بشه از روز دوشنبه، این در آینده چه تأثیری خواهد گذاشت بر اقتصاد ایران و همچنین سیاست خارجی؟ به هر صورت همه هدف این تحریم ها این استش که ایران رو از نظر رفتار منطقه‌ای
و بین‌المللی تغییر بدن و حاضر بکنن ایران رو، یعنی حاضر بشه ایران که بشینه سر میز مذاکره و در مورد برنامه‌های اتمی، موشکی و عملیات نظامی و امنیتی خاورمیانه‌ایش، به خصوص حضور در سوریه و موشک‌های بالستیک، مذاکره بکنه. با توجه به اینکه بخشی از این تحریم‌ها اقتصاد ایران رو فلج خواهد کرد، انتظار میره که ایران از لحاظ سیاست خارجی از این بخش یا از این حرکت یک بعدی خودش دست برداره و بشینه با آمریکا سر میز مذاکره و به توافقی برسه که توانایی ماندگاری دو طرف رو بیشتر بکنه. ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. تشکر.